در اوج نگرانی ها از فقر و گرسنگی در کشور، کاهش کمک های بشردوستانه جهانی بر مشکلات شهروندان افزوده است. آجی طالب 52 ساله که نان‌آور یک فامیل 9 نفری است، با انتقاد از این تصمیم سازمان جهانی غذا، خواستار بیشتر شدن برنامه‌های حمایتی جهت دستگیری از نیازمندان است. آجی طالب میگوید در پی افزایش قیمت‌ها و میزان بلند بیکاری، کمک‌های جهانی تنها روزنه امید برای مردم افغانستان است. 9 نفر نانخور دارم. کاری ما منمی که می‌بینی نمی است. دیگه نه روزانه میایی منمین که مثلا یک 200-250 مثلا پیدا میکنی، مانه خودت میدانی یک گوجی آردم که در 3000-2700 رسیده. یعنی روزگار خراب است دیگه، روزگار خراب است دیگه. اگر جامعه جهانی کمک های خود از این مردم قطع کنه، این مردم دیگه باید بمره دیگه، دیگه چاره ای نیه دیگه، رای چاره ای دیگه نداریم، کجا بریم چی کنیم؟ خارج هم بریم را بسته، این طرف هم اینجا هم کار و بار نیست، دیگه نیست، خود چی باید بکنیم؟ یک گوجه آرد بیاده 2500 روپه است، مثال است. یک قطر روغن آرد بیاده 11-12-5 لیتر است. آدم غریب کجا پیدا میکنه؟ کار غریبی نیست. غلطه یای کنه بیاده مردم اول که غلطه یای میکنه بیاده 10 روپه 20 روپه میته، ولی همیه غلطه ایش هم نمیته. همی دسته که یک 10 روپه که باشه خودش میبره، همی رای میکنه موتر است یا زرنج خودش میبره بده. چرا غم کنه آدم غریب عرب جاشه میره غم دار بدر است؟ والا مردم دست دزدی میزنه دیگه، مردم بیکار که مون در چی میکنه، دزدی میکنه، لوچکی میکنه، هر چی میکنه دیگه، رای مردم دور میته. امیال رم هم کمکان نیست، کار نیست، مردم د دزدی دست ده امیال کس گشته نمیتونه ایجا میکن بگرده لوج میکنه آدم. یعنی انمی کمکا که امی توی دما پیدا کنه، امی تو واسه بسیار مردم خوب است. این کمکا ما میبینیم بسیار خوب است، کمک که دائمی باشه. میتونه که یک روز باشه یک روز نباشه، تا یک وقت باشه که تا مردم خوب میشه. در همین حال شمار از آگاهان در بلخ کاهش کمک های جهانی را همزمان با افزایش نیازمندی های مردم به کمک ها نگران کننده بیان می کنند. این آگاهان می گویند ادامه روند کاهش کمک ها می تواند اعتراض شهروندان، نافرمانی های مدنی و میزان جرم های جنایی را افزایش دهد. گرسنگی تمام موزلها را می تانه به وجود بیاره و بیکاری طبعا بدبختی آور است. از او سبب آنچه که امروز اتفاق میفته پیوند نزدیک داره با فقر، زیرا بدون فقر زدایی تنی زدایی ممکن نیست. حالا که جامعه جهانی فراموش کرده حکومت سرپرست توانایی مدیریت بحران بزرگ بشری را نداره، احتمال داره که آنچه که در برخ از کشورهای دیگه اتفاق افتاده در افغانستان هم اتفاق بیفته. شما فراموش نکنین افغانستان و سریلانکا در یک نقطه قاره آسیاست. زمانی که مردم خشمگین و فقیر میرن رئیس جمهور و صدر اعظم که دو برادر است وادار میکنن تا از قدرت کنار بره و کاخ ریاست جمهوری را اشغال میکنن، در افغانستان نه به اون مقیاس اما به مقیاس کمتر اعتراضات را شاهد خواهد بودیم، در صورتی که بی‌تفاوتی جامعه جهانی و نبود برنامه‌ریزی لازم جهت مدیریت بحران بشری را پیدا کنند. خطابا زندگی امروزی افغان‌ها خیلی یک رابطه مستقیم با کمک‌های بیرونی و کمک‌های بشردوستانه داره و داشته. خب در شرایط فعلی انتظار میره که کمک ها افزایش پیدا بکنه، بر علاوه مشکلات موجود خب خشکسالی هم مثال خیلی یک تهدید کلان بوده در منطقه. خب اگر این کمک ها کاسته شود، کمک ها کم شود، طبعا مشکلات بیشتر را تجربه خواهیم کرد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس اطلاعات برنامه جهانی غذای سازمان ملل میزان کمک های بشردوستانه خود را از 60,000 خانواده به 15,000 خانواده در بلخ کاهش داده است.